پری روزای دکتر روحانی در سفر به هرمزگان یه نکاتی فرمودن، خیلی جالب بود برای من. فرمودن قاچاق به خاطر ارزونیه. اینکه یه چیز از ایران داره قاچاق میشه یعنی ارزونه. راست میگن، منتها یه بخشی از راستو میگن. بله، اینجا گوشت گوسفند به دلار ارزونتره. به دلار حساب کن، تو عراق گرونتره، میره اون طرف. بله، 40 رفته بودیم یه دونه نون میخریدیم با یه دونه ماست میشد 20,000 تومان. میدونیم چه کاری کردید تو مملکت، بله میدونیم چه گلی کاشتید، اما عزیز من برای ما ارزون نیست، برای خارجی ارزونه، چون او درآمدش از ما بالاتره، او واحد پولیش ارزشمندتره. آقا او به دلار حقوق میگیره، ما به ریال حقوق گرفتیم، به ریال هم باید خرج بکنیم. هر موقع شما به دلار حقوق دادی از این چیزا از ما بخواه. اینا میخوان مقایسه کنن قیمت خودرو رو، نمیدونم با کجا مقایسه کنن، همه چی رو میگن تو کشورها قیمت خدمات درمانی. آقا پس چرا درآمد رو برمی‌داری با بولکینافاسو سفلا حساب می‌کنی؟ درآمدم با همون کشورها حساب کن. متوجه شدی چی میگم؟ یه دینار عراقی 10,000 تومانه منه. درست شد؟ او به دینار حقوق میگیره. معلومه ریال من براش میصرف ارزونه. معلومه عراقی بیاد اینجا هر چی خرید بکنه براش ارزون میفته. مرحله بعد از شکست بی ارزش کردن پول ملی کشور، فرار کالاها و خدمات از ایران به بیرونه. متوجه شدید چی میشه؟ اینی که شما میگی قاچاق گوش، من به شما میگم قاچاق گوشی که اولین کسی که تو کشور گفت خود بنده بودم. مؤسسه ما گفت، برید سرچ کنید، اولین کسی که تو کشور گفت دارن دام ماده و میشها رو دارن قاچاق میکنن، تا بوده تو تاریخ کشور گوشت نر از گوشت ماده گرونتر بوده، گوسفند نر. درسته؟ برای اولین بار گوسفند ماده گرونتر شده بود. یک جریانی در کشور داشت گوسفندهای ماده رو می‌خرید می‌فرستاد اونور. یعنی تازه سال دیگه اینا که می‌خواستن بزان نزاییدن. با این روند گرونی‌های تو راه.